درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ایفلکس فیتنس. چند روزی بود که حسابی درگیر بودم و نتونستم براتون اخبار و ویدیوها رو کار کنم. برگشتم با اخبارای این هفته و ویدیوهای تمرینی هم توی هفته آینده قراره منتشر شه. اخبار امروز بیشتر در مورد مسابقه نیویورک پرو هست و لیست شرکت کننده ها منتشر شده. اونجا اسم نیک واکر نیست، ولی نیک واکر تا یه استوری خبر داد که حتما توی نیویورک حضور خواهد داشت. توی لیست شرکت کننده اگه نگاه کنیم متوجه میشید که شرکت کننده های زیادی قراره توی این مسابقه شرکت کنن و کاملا با مسابقه های قبلی این فصل فرق میکنه و افراد زیادی اونجا هستن که بخوان رقابت کنن و شانس قهرمانی هم حتی میتونه زیاد باشه. حالا توی این ویدیو براتون بازترش میکنم که چطوری. خب بریم سراغ لیست شرکت کننده ها. کسی که من توقع نداشتم توی این مسابقه باشه، چون که از قبل اعلام نکرده بود، جاستین رودریگز هست، ولی میبینیم که توی لیست حضور داره و توی نیویورک پرو اون رو روی استیج خواهیم دید. که توی این لیست هست: کریستوفر برنر، تیم بودشیم، تونیو بورتون، ولادیمیر بالکان، انجل کالدرون، مارک داتری، جناتون دانکن، کوینتون بیست بود، مارتین پیتسوادر، ایتن گوسمن، هری هریس، دوریان هیوود، کایلی کوجالا، جوزف کفتون، امیر اومرگیک، جاستین لویس رودریگز، میلان صدیق، سوارت بیفستو، کریستن وولز سکی. اینا کسایی هستند که قراره توی مسابقه نیویورک پرو حضور پیدا کنن و کمتر از چند روز دیگه، در واقع روز شنبه، قراره با هم رقابت رو داشته باشن برای کسب جواز مستر اولمپیای 2024. لاین‌آپی که می‌بینیم لاین‌آپ سنگینی هست. بخوایم نیک واکر رو هم به این اضافه کنیم، سنگین‌تر هم میشه. نیک واکر در گذشته قهرمانی نیویورک پرو رو داشته، همچنین تونیو بورتون سال گذشته تونسته قهرمان اینجا شه و دفاع باید بکنه امسال از عنوان خودش. انجل کالدرون هست که از 212 پوند اومده و حسابی تونسته سایز بگیره. ما اونجا کوینتون بیست فودو داریم که یکی از پدیده های بدنسازیه، ولی تا به حال مسابقه حرفه‌ای رو نبرده و توی اولمپیا نبوده، ولی حسابی توی یک سال گذشته پیشرفت رو داشته. ما اونجا مارتین فیتسواتر رو داریم که دو سه هفته پیش توی مسابقات دیترویت قهرمان شد و جواز اولمپیاشو گرفت. کسی دیگه ای که اینجا هست و خطرناک میتونه باشه بیفستو هست. استوارت هم تونسته پکیج خیلی خوبی رو بیاره و برای نیویورک یکی از اون شوکه کننده های نیویورک خواهد. این لاین‌آپ جذابی میتونه باشه و رقابت هم اونجا تنگاتنگ خواهد بود، چون که همه اینا نقاط قوتی و نقاط ضعف متفاوتی رو خواهند داشت. نکته دیگه در مورد مسابقه نیویورک پرو اینه که جایزه امسال افزایش داشته و نفر اول بدنسازی $30,000 جایزه میگیره. پنج نفر برتر این رقابت میتونه حسابی چالش برانگیز باشه. بخوایم در مورد تک تک ورزشکارا صحبت کنیم، به نظر من انجل کادرون میتونه توی پنج نفر باشه. انجل هفته گذشته توی پیتسبورگ برای فیگور افتخاری حضور نداشت، ولی در واقع یه جای دیگه فیگور افتخاری رو داشته میگرفته و میشه گفت که توی این فیگور افتخاری بدنش فوق‌العاده به نظر میرسه، از نظر کات، کاندیشنینگ، حجم عضله به مراتب از قبل که توی 212 پوندیا مسابقه میداده بهتر شده. انجل توی 212 پوندیا همیشه چالش برانگیز بوده و یکی از ورزشکارای خیلی خوب بوده، ولی هیچ وقت بزرگترین ورزشکار توی 212 پوندیا نبوده. خب الان هم بخوایم حساب کنیم با ورزشکارای اوپن که بخواد رقابت کنه، اونجا هم نمیتونه بزرگترین بدن رو داشته باشه، ولی باید کاندیشنینگ بیاد و در واقع انجل به این معروفه که همیشه کاتو کاندیشنینگ خوبی آورده روی استیج. بخوایم مثال بزنیم، ورزشکارای کوتاه‌قدتر همیشه بهتر میان و با کاندیشنینگ میتونن ورزشکارای حجیم‌تر رو ببرن. مثالش مثل هادی چوپان، مثل دریک لانسفر، و این به نظر من چیزیه که انجل میتونه اون بازیو بکنه و جزء 5 نفر باشه. حالا باید ببینیم که کنار نیک واکر انجل چه جوری به نظر میاد، کنار کسی مثل کوینتون بیست بود با اون قد بلند و حجم عضلانی چطور به نظر میاد، حتی کنار مارتین فیتسواتر با اون استراکچر فوق العاده کمر باریکم. باید ببینیم توی چه جایگاهی میتونه بیسته. به نظر من انجل میتونه جزء 5 نفر برتر باشه، ولی تهدید بزرگی برای نفرات اصلی نمیتونه باشه. چیزی که همه صحبت ها این روزا در مورد اون هست نیک واکر هست که داره میره دومین عنوان خودش رو توی نیویورک پرو به دست میاره. خیلی منتظر اینن که بدن نیک واکر رو روی اون استیج ببینن و فکر میکنن که نیک واکر میتونه قهرمان حتمی اون رقابت باشه. اگه بخوایم این فیگور جفت بازوی نیک از پشت رو در نظر بگیریم، میشه گفت که یکی از بهترین جفت بازو از پشتا رو داره. شما به بازوهاش نگاه کنید، پشت بازوش حسابی آویزونه، پیک بازوی فوق‌العاده‌ای رو داره. از نظر تقارن و تناسب تونسته تقارن و تناسب خوبی رو ایجاد کنه. شونه‌های پر پشتش، عضلات لاتش به مراتب پیشرفت کرده نسبت به سال‌های گذشته. تونسته کمرش رو خیلی کوچیک جلوه بده و همین طور
عضله همسترینگ پاره هم درست شده و گلوتسش هم از کاتو کاندیشنینگ بالایی برخورداره. این یکی از اون پوزا و فیگوراییه که نیک واکر توش خیلی خوب دیده میشه. اگه بخوایم دریک لانسفورد رو نگاه کنیم، یکی از بهترین پشتای بدنسازی رو داره در روز، ولی بازوهای نیک واکر رو نداره. پیک جلو بازوی نیک واکر رو نداره، پشت بازوی نیک واکر رو نداره و در واقع میشه گفت که بازوهای نیک واکر یکی از بهترین بازوهای حال حاضر بدنسازی هست. اگه بخوایم به فیگور افتخاری نیک واکر توی پیتسبورگ پروی هفته پیش نگاه کنیم، می‌بینیم که نیک واکر خیلی خوب اومده، ولی یک نکته‌ای که حسابی توی ذوق می‌زنه کمر و عضلات میانتنه نیک واکر هست که حسابی پند شده. به نظر من که همه جا حسابی خوب پیشرفت کرده، ولی عضلات میانتنه بزرگتر شده و این میتونه کارو برای نیک واکر سخت کنه. نیک واکر وقتی روی استیج میره و فیگوراشو میزنه، شکمشو خیلی خوب کنترل میکنه و میتونه کمرشو هم باریک نشون بده و حسابی کنترل روی عضلات شکمشو میانتنش داره، ولی توی پیتسبورگ پرو مثل گذشته نبود. شکمش و عضلات میانتنش حسابی درست شده بود و میشه گفت که دور کمرش هم به نظر من افزایش پیدا کرده بود و نیک واکر همیشه یکی از مشکلایی که داشته کمر پهن بوده که توی سالهای گذشته تونسته بود به مراتب با فیگور با کنترل نفس کنترلش کنه، ولی توی پیتسبورگ پرو نیک واکر اونجوری نبود. توی این تصاویر و فیگور افتخاریایی که از نیک واکر می‌بینید، در واقع نیک واکر یک هفته داره تا مسابقه نیویورک پرو و اگه بخوایم این یک هفته رو حساب کنیم، شکمش هنوز هم بزرگ به نظر میرسه، ولی نمیدونم میخواد چیکار کنه واسه شکمش. مسابقه های اخیر بدنسازی IFBB پرو لیگو هم که می‌بینیم، خیلی دارن توجه زیادی می‌کنن داورا به عضلات میانتنه، سایز دور کمر و اون تقارن و تناسب پایین و بالاتنه که در واقع پوینت هم میدن به عضلات شکم. حالا باید ببینیم که نیک واکر بدون وکیوم با عضلات شکم بلاکی و بزرگ قراره چه جوری روی اون استیج وایسه و رقابت کنه با کسایی که کمر باریکتر و عضلات شکم و میانتنه بهتری دارن، مثل مارتین فیتسواتر قهرمان دیترویت پرو یا که کوینتون بیسفود. باید ببینیم که چطور اینا قراره کنار هم رقابت کنن. حالا سوال اینجاست که نیک واکر میتونه قهرمان نیویورک پرو 2024 بشه؟ خب اگه بخوایم حساب کنیم میتونه بشه. نیک واکر همه مایچه‌ها رو داره. نیک واکر میتونه از همه اونجا حجیم‌تر باشه و کاندیشنینگ هم که نیک واکر میاره به ما ثابت کرده که خیلی خوب هست، ولی از نظر استراکچر، از نظر ساختار عضله، ساختار بدنی حسابی فکر کنم نیک واکر اونجا به چالش کشیده شه. ولی امکان زیاد داره که نیک واکر بتونه عنوان قهرمانی 2024 نیویورک پرو رو بگیره و جواز المپیای خودش رو واسه امسال کنار بذاره. نیک واکر یکی از اون کالیبرای المپیا هست و المپیا متریال هست. نیک واکر آخرین حضورش توی المپیا رو که داشته نفر سوم بوده و روی کاغذ بخوایم حساب کنیم، نیک واکر میتونه قهرمان نیویورک پرو بشه. قبلا هم این قهرمانی رو تونسته کسب کنه و یکی از معدودترین چیزایی که بتونه نیک واکر رو از قهرمانی این مسابقه جدا کنه، پیک گرفتن برای اون مسابقه هست و نیک واکر 100%شو نیاره. ولی چیزی که ما تا به حال از نیک واکر دیدیم 100% بوده و نیک واکر به همه نشون داده که اون همیشه با 100% کاتو کاندیشنینگ و پیک عضله‌ای روی استیج میاد و میتونه قهرمان اون استیج شه با عضلات حجیمش، چگالی بالا، کاتو کاندیشنینگ. نیک واکر توی پیتسبورگ وقتی کنار مارتین فیتسواتر قرار گرفت، تفاوت خیلی زیادی رو داشتن از نظر ساختار. مارتین فیتسواتر به مراتب بدنش خوشگل‌تر بود، کمر باریک‌تری داشت. از نظر ساختار میتونه چالشو برای نیک واکر ایجاد کنه. این میتونه به نیک واکر آسیب بزنه، شاید میتونه نیک واکر ببازه. فکر نمی کنم اونقدر اختلاف باشه که بخوان به نیک واکر امتیاز کمتری بدن. بریم سراغ بک دابل بایسپسی که نیک واکر گرفته بود. مات جنسون مربی نیک واکر گفته که دلیلی که نیک واکر اینجوری بوده، استرس بوده، مسافرت بوده و چالشایی که برای فیگورای انفرادی هست، ولی گفته که یک هفته مونده به نیویورک، ما برای پیتسبورگ هیچ پیکی نگرفتیم، هیچ پمپی اونجا نبوده، آب نیک واکر باز بوده و برای نیویورک پرو ما گارانتی میکنیم که نیک واکر بهترینشو بیاره و میبره مسابقه نیویورک پرو رو. به نظر من تنها چیزی که میتونه نیک واکر رو عقب بندازه عضلات میانتنه و شکم اونه، جوری که اگه در حال پسرفت باشه میتونه حسابی اونو عقب بندازه، ولی اگه بتونه توی نیویورک اونو حسابی کنترل کنه، پیک خوبی بگیره، بزرگترین تهدید اون مسابقه نیک واکر خواهد بود و نیک واکر با عنوان قهرمانی $30,000 پول و جواز المپیا و مسابقه رو تک خواهد کرد. و حتی اگه شکمش بخواد بدتر هم بشه، به نظر شما دوباره میتونه جزو 3 نفر برتر المپیا باشه؟ با این حال که المپیا
کلن مسابقه های بدنسازی آیفوی پرولیگ امتیازی رو به شکم میدن، به وکیوم شکم اهمیت میدن. نیک واکر به نظر شما میتونه جز سه نفر باشه؟ نظرتون توی کامنت ها برای من بنویسید. آپدیت دیگه ای که براتون امروز دارم در مورد قهرمان دیترویت پرو هست، کسی که هفته گذشته توی مسابقات پیتسبورگ پرو برای فیگور افتخاری کنار نیک واکر قرار گرفت و قرار سه روز دیگه روی استیج نیویورک پرو با نیک واکر رقابت کنه. مارتین فیتزواتر آخرین آپدیت خودش رو امروز منتشر کرده و تازه به نیویورک رسیده. مارتین یکی از اون ورزشکارهایی که امسال تونسته به پیک بدنی خوبی برسه و حسابی خودش رو ثابت کرده. روی استیج دیترویت پرو دیدیم که چه پکیج خوبی آورده بود و بدنش حسابی تحسین برانگیز بود. کات، کاندیشنینگ، استتیک، زیبایی عضله، همه رو با هم داشت. به نظر من مارتین کسی که میتونه جز سه نفر برتر باشه و خیلی یارو شوکه کنه. کسی روی برد مارتین توی مسابقات دیترویت حساب نکرده بود، ولی مارتین اومد نشون داد که یکی از بهترین پکیج‌های خودش رو امسال آماده کرده برای این فصل بدنسازی و تونست جواز مستر المپیا رو اونجا کسب کنه. به نظر من مارتین قطعا میتونه جز سه نفر باشه. مارتین شاید سایز و چگالی از اولی نیک واکر رو نداشته باشه، ولی از نظر ساختار میتونه به مراتب از نیک واکر بهتر باشه. مارتین ثابت کرده که میتونه با کات و کاندیشنینگ خیلی خوبی بیاد و حسابی هم بدنش رو پیک کنه برای مسابقه. مارتین امسال تونسته که بدنش رو حسابی کامل کنه، نقاط ضعفش رو بگیره و بدنش هم به خاطر کمر باریکی که داره زیبایی خاص خودش رو داره و عضلاتم حسابی شادابه. من خیلی هیجان دارم که این شنبه مسابقه نیوی پرو رو ببینم. لاین اپ خیلی شلوغه و هر کسی میتونه جز 5 نفر باشه. حالا باید ببینیم که این مسابقه چطور پیش میره و چه کسی قهرمان نیویورک پرو میشه. به نظر شما از شرکت کننده هایی که گفتیم 5 نفر اصلی کیا میتونن باشن؟ توی کامنت ها برای من بنویسید. مرسی از همه شما که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. روز خوبی رو داشته باشید و تا ویدیوی بعد میبینمتون.